یکم ژانویه 1883. تئوی عزیزم، امروز آغاز سال نوست. خیلی مایلم چند کلمه با هم درد دل کنیم. این مدت که سرگرم انجام کارهای چاپ سنگی بودم، متوجه شدم که نقاشی با مداد چاپ فوق‌العاده دلپذیر و جالب است. از این رو تصمیم گرفتم چند طرح با این مداد بسازم. عیب مداد چاپ این است که جنسش چربی است و پس از کار روی کاغذ نمیتوان با وسایل عادی آن را پاک کرد، در صورتی که اگر لکه یا اثری از این مداد روی سنگ چاپ به وجود آید، آن را با سنگ سنباده میتوان زدود. پس به این فکر افتادم که نخست طرح را با مداد معمولی بسازم و سپس روی آن با مداد چاپ سنگی کار کنم و جاهایی را که بیش از همه سیاه است با مرکب یا دوده پررنگ کنم. طرح پیرمردی را که مشغول خواندن کتاب است و نور به دست و سر و کتابش تابیده نیز به این طریق ساختم. یک طرح هم از مرد مجروحی که سرش را با باند بسته است تهیه کردم. برای این طرح یکی از سربازان گارد قدیمی را که در حین عقب نشینی از روسیه مجروح شده بود مدل قرار دادم. وقتی این دو طرح را با کارهای دیگرم مقایسه می کنم، تفاوت بسیاری را از لحاظ قدرت تجسم می بینم. تمام این مطالب را می نویسم تا بدانی که من از دل و جان می کوشم کارهای نیک و سودمندی انجام دهم. آنچه معمولاً سیاه و سفید می نامند، در واقع همان رنگامیزی با رنگ سیاه است، زیرا در طراحی نیز عمق و تنوع رنگ ها باید رعایت شود. چندی پیش کاملاً به جا می گفتی که هر نقاش رنگامیز دارای معیار و اشل رنگی مخصوص به خود است. در کارهای سیاه و سفید نیز این قاعده صدق می کند، و در واقع هر دو دارای یک اصل کلی است و به طور ساده باید از روشنایی شدید به پررنگ ترین نقطه های سایه رسید. بعضی از طراحان چنان با التهاب و حرکت عصبی کار می کنند که از تکنیک کار آنها گویی صدای ویولون به گوش می رسد، مانند لیمود، دومیه، لانسون. از کارهای نقاشان دیگر امثال گاوارنی و بودمر صدای پیانو احساس می شود. کارهای میله ممکن است دارای صدای پرشکوه و جلال اورگ باشد. آیا از نظر تو چنین است؟ خداحافظ، ونسان ون گوک. لاهه سوم ژانویه 1883. اکنون در طراحی وسیله محکمتری را جستجو می کنم و می خواهم کارهایم را تا حد معینی با رپرودکسیون انگلیسی و با شیوهی که تو درباره آن نوشتی تطبیق دهم. اما از لحاظ عمق رنگ سیاه، طرح‌های سیاهی را که بیوگو به طور آزمایشی ساخته مأخذ قرار می‌دهم. درباره حالت مایلم عقیدت را بدانم، زیرا به طوری که قبلا نوشتم نمی‌دانم کارهای تازه‌ام نسبت به سابق پسندیده‌تر هستند یا نه. من شخصاً اتود و نظایر آن را در حال ناتمام و حتی هنگامی که بیشتر قسمت‌های آن ساده و تند ساخته شده بیشتر می‌پسندم تا طرح‌هایی که دارای سوژه معینی هستند و با دقت تمام ساخته شدند.
زیرا این گونه اتودها به منزله خاطرات زنده و مستقیم از طبیعت است. البته منظورم را درک می‌کنی. اتودهای معمولی از خود طبیعت اثر می‌گیرند و نقاشی به آنها بیش از خودش و طبیعتی که در آن محصور است ارزش می‌دهد و به این جهت آنها را نسبت به آنچه بعداً در آتلیه از رویشان می‌سازد برتر می‌داند. وقتی از مجموعه چند اتود نتیجه تازه‌ای گرفته شود و اثر تازه‌ای به وجود آید، البته مسئله دیگری است و این نتیجه عالی‌ترین مرحله هنر است. مثلا تابلوی دهقان بزرفشان اثر میله روح و حالت بیشتری دارد تا یک نفر روستایی معمولی در کشتزار. از این رو می‌خواهم بدانم آیا تجربه وادارم نمی‌کند نسبت به مخالفت تو با طراحی مداد سکوت اختیار کنم؟ این چند اتود از چهره‌های مردم است. می‌خواهم با تعدادی نظیر آنها مجموعه سودمند و جالبی تشکیل دهم که شایسته عنوانش است. کوشش من این است که اثر تازه‌ای که دارای جان و روح است به وجود آورم. دستانت را از دور می فشارم. ونسان ون گوک. لاهه 1883. این که درباره طرح ارسالیم نوشتی چهره واقعی مرد پیر است، بسیار مسرور شدم. قیافه مدل نیز صورت واقعی است که کم پیدا می شود. از این مدل طرح دیگری تهیه کردم. امروز با مداد چاپ سنگی طرح ساختم. روی این طرح یک سطل آب ریختم و سپس روی کاغذ خیس شده با قلمو فرم دادم. با این روش چنانچه کار با موفقیت توأم باشد، مایه رنگهای ظریفی به دست می آید. اما این روش خیلی احتیاط لازم دارد و ممکن است به نتیجه مطلوب منتهی نشود. در صورت موفقیت نتیجه مثبتی می دهد و مایه های رنگی لطیفی به وجود می آید که خیلی شبیه به افورت است. خیلی مایلم از کارم درآمدی داشته باشم. راستی این امر برایم امکان پذیر نیست؟ می ترسم از تو خواهشی کنم، زیرا از نامه هایت پیداست که گرفتاری های بیشماری داری. البته من هم با تو هم دردی می کنم، ولی کار مداوم وضعم را به مرحله دشواری کشانده، به طوری که هر وقت از تو پول می رسد همان ساعت نصفش را بابت قرضهایم می پردازم. سلامت تو را خواهانم. ونسان ونگوک. لاهه 1883. تئوی عزیزم، هرچه بیشتر درباره تو می اندیشم، تأثیر آخرین نامه‌ات در من شدیدتر می شود. به طور کلی به استثنای تفاوتی که بین دو شخص به خصوص وجود دارد، ما دو نفر دارای یک سرگذشت بودیم. تو هم مانند من در سرمای سخت و بیرحم خیابان با سیمای زن تیره بخت و اندوهناکی برخوردی. تو هم مانند من در برابر این قیافه های تیره تأمل کردی و تحت تأثیر احساسات بشری قرار گرفتی. در هر حال وقتی شخص به گذشته می اندیشد و چهره رنگ پریده و حسرتباری را مانند داستان این است انسان روی زمینه تیره می بیند،
همان لحظه جز تصور و اثر چنین برخورد همه چیز از نظرش محو می شود. البته بعدن وضع دگرگون می شود، اما نخستین اثر هیچگاه فراموش نمی شود. خداحافظ. ونسان ونسان ونگوک. لاهه 1883. یکی از برگهای چاپی دومیه را به نام آنهایی که یک درام دیده اند، آنهایی که یک کمدی دیده اند پیدا کردم. میل دارم هرچه ممکن است آثار دومیه را بیشتر مطالعه کنم. آثار دومیه متین و سرگرم کننده و در عین حال پر از احساس و تیزبینی است. مثلا در تابلوی میخارگان و شاید در تابلوی سنگر که هنوز آن را ندیدم، شور و التهابی احساس می شود که آن را فقط با آهن گداخته می توان مقایسه کرد. بعضی از پورتره‌های فرانس هالس نیز همین کیفیت را داراست. این کارها در نظر اول سرد و سطحی می نماید، ولی پس از تعمق بیشتر شخص از نیروی قلم هنرمند و از اینکه تا این حد مجذوب طبیعت شده است و روح و حالتش را مجسم کرده متحیر می شود. در اسکیس ها و طرح‌های دوگرو نیز چون این جنبه هایی دیدم. کارهای لرمیت و منزل هم ممکن است دارای چون این نیرو و التهابی باشند. زمین در آثار بالزاک و زولا، مثلا در کتاب بابا گوریو، نکاتی دیده می شود که می توان گفت در بیان شور و التهاب هنری به درجه کمال رسیدند. من برانم که به طریق دیگر، یعنی با نیرو و جسارت و جرأت بیشتری کار کنم. آیا نباید قبل از همه فقط از اندام انسان، آن هم از مدل کار کنم؟ این روزها حقیقتاً بهار بود. به ویژه دوشنبه گذشته از هوای اینجا بی اندازه بهره‌مند شدم و لذت بردم. تغییر فصل سال را مردم عادی بیشتر احساس می کنند. در محلاتی مانند گیست یا هافجس زمستان همیشه سخت و ناگوار است، اما بهار فصل آزادی و خوشی و شادمانی است. چهره های مات و پژمرده‌ای که این روزها بیرون می آیند رقت انگیز هستند. مردم کار معینی ندارند و فقط برای آنکه یقین حاصل کنند فصل بهار رسیده از خانه بیرون می روند و برخلاف انتظار در بازار و پیرامون گل فروشی ها که گل زعفران و گل برفی و نرگس و گل های گوناگون پیازی می فروشند گرد می آیند. گاهی یک کارمند خشک اداری را می‌بینم که در برابر گل برفی ایستاده و سرگرم تماشاست. صحنه‌های جالبی است. به نظرم بینوایان و نقاشان آب و هوا و تغییر فصل سال را یکسان احساس می‌کنند. بی‌پناهی چه خوب گفت: در زمستان مانند حبه گندم از سرما رنج می‌برم. خداحافظ. ونسان ونگوک.
ماه 1883، اینکه کریستیان از کتاب و هنر بهره ای ندارد متأثر می شوم، اما به علت دلبستگی بسیار بین ما صفا و راستی برقرار است. از کجا در آینده این مسائل را نیاموزد؟ در هر حال اکنون با بچه ها سرگرم است و اتفاقا به وسیله بچه ها با حقایق روبرو شده و با رمز زندگی آشنا می شود. کتاب و هنر و حقایق زندگی در نظرم یکی است. کسی را که از حقایق زندگی بدور است موجود افسرده‌ای می دانم. اگر هنر را در حقایق زندگی نمی جستم، زندگی را بیهوده می پنداشتم. امیدوارم این هفته هم پیوسته و مرتب کار کنم. می دانم خیلی دیر به کار آغاز کردم و باید دوچندان زحمت بکشم تا عقب افتادگی خود را جبران کنم. احساس این که نسبت به سن از دیگران عقب مانده ام آرامم نمی گذارد. دستانت را از دور می فشارم. ونسان ونسان ونگوک. لاهه 1883، فصل بهار با لطف و زیبایی خاصی دلربایی می کند. اکنون کارگاهم را جمع و جور می کنم و میان ریخت و پاش غریبی قرار گرفتم. هنگام نصب پوشش های اضافی پنجره، طرح کوچکی به سرعت روی کاغذ پاره ای ساختم و آن را برایت می فرستم. این طرح ساده را با همان وضع عادی می‌فرستم تا بفهمی که در آتلیه ام نور دیگری تنظیم کردم و از شدت نور که قبلاً از 3 پنجره بزرگ داخل آتلیه ام می‌شد کاستم. قسمتی از پنجره 1 را که در پایین طرح دیده می‌شود بستم، پنجره 2 که مدل را در کنارش می‌نشانم از بالا پوشاندم. زمینه سمت چپ تاریک است، زیرا پنجره 3 را به کلی مسدود کردم. اگر وضع نور فعلی را با نور شدیدی که قبلاً بدون روپوش داخل آتلیه می شد مقایسه کنی، متوجه می شوی که اکنون می توانم خیلی بهتر کار کنم. قبلاً علاوه بر روشنایی، انعکاس نوری شدیدی وجود داشت که اثر نور اصلی را به کلی خنسا می کرد. وقتی زنی را در اتاق کوچکی مشغول کار می دیدم و مفتون کاراکتر و حالت رویایی آن می شدم، پس از آن که مدل را به آتلیه منتقل می کردم، کاراکتر و حالت خود را از دست می داد و ناامید می شدم. مثلا حالت پیرمردی از نواخانه در راهرو تاریک آنجا به مراتب زیباتر می نمود تا در آتلیه. وقتی می دیدم سطح سه پنجره بیش از آن است که بتوان نور را به وسیله پرده یا مقوا ملایم کرد، مایوس می شدم. اما حالا این ناراحتی را ندارم. به این طریق اکنون نور و تنظیم آن را در اختیار دارم و وقتی صحنه‌ای را می‌بینم می‌توانم آن را با همان روشنایی و جهت تابش نور به مدل در آتلیه‌ام به وجود آورم. به این ترتیب آتلیه‌ام 10 برابر بهتر شده است. شبها احتمال دارد ماهیگیران جوان را با کلاه غیر قابل نفوذ و لباس قیرندود دریایی در خواب ببینم که خطهای صریح اندام آنان در نور و روشنایی تازه آتلیه به خوبی مشخص و نمایان است. سلامت تو را خواهانم. ونسان ونسان ونگوک. Thank you.
لاهه 1883. تئوی عزیزم، طرح کوچکی که در آشپزخانه همگانی از فروش سوپ ساخته ام برایت می فرستم. فروش سوپ در سرسرای اصلی که نور از بالا و از سمت راست می تابید جریان داشت. چنانچه شخصی را در آتلیه مدل قرار دهم، همان کیفیت را که در آشپزخانه عمومی دیده بودم می توانم به وجود آورم. وضع آتلیه به این صورت در آمده. پیرامون جای کارم را با چوب محصور کردم. می توانم به طور مداوم و با حوصله و دقت و خلاصه آنطور که دلم می خواهد روی اندام مطالعه کنم و در عین حال اساس مشاهداتم را در نظر بگیرم. پیش از این تغییراتی که از تابستان گذشته خیال داشتم به وجود آورم و از طوری بود که روی مدلم روشنایی سرد و بیحالی میتابید که رغبتی به نقاشی آن نداشتم و نور قوی حالت و کیفیت رنگی مدل را از بین میبرد. برای ایجاد زمینه مناسب به چند قطعه پارچه قهوه‌ای و خاکستری و رنگهای دیگر نیازمند هستم. من نسبت به آتلیه‌ام همان عشق و علاقه‌ای را احساس می‌کنم که ناخدا به کشتی خود دارد. خداحافظ. ونسان.